سلام میگم به برادر خاره عزیز، مهمونای عزیز و همینطورم دوستان عزیز که پشت تلویزیون هستن. شاید قسمتی که تو پرستش که ما میخونیم، شاید بدونید تقریبا موضوع امروز چه موضوعی هست. معمولا پرستش ها رو ما آماده میکنیم، سعی میکنیم یه با این موضوع موعظه بتونیم اونجا هماهنگ کنیم که تقریبا بدونین چیه. امروز هم تو این پرستش ها بیشتر در مورد نجات، در مورد عیسی مسیح که جلالش رو ترک کرد، آمد ما رو نجات داد. و سرود اول همینطور که خوندیم که نامش را بخوان، اگه از خودت خسته هستی، از دنیا خسته هستی، از مریض هستی، درد داری، نام او رو بخوان، چون اون کلید اصلیه برای زندگی تو که زندگی تو رو دگرگون کنه. و این ربطی داره به انجیل، به خبر خوش، و در مورد این میخواییم امروز فکر کنیم. و دعای من با امید من اینه که امروز هم چیزایی که باید در قلبای ما، در تک تک ما کاشته بشه، کسانی هم که خونه ها هستن، که بتونیم قلبمون رو آماده کنیم. چون اگر خدا چیزی در ما نکاشته، یا مثلا ما خودمون این قلب خودمون رو باز نکنیم و اجازه بدیم خدا این دانه های خودت رو، ملکوتی خودش رو بکاره در ما، اتفاق نمیفته. فقط همینطور ما گوش میکنیم، فقط هیچ اتفاق نمیفته. امیدوار هستم امروز هم آمدین قلب خودتون مثل یه باغ باز کرده باشین که خدا دانه های خودش رو، دانه های پادشاهی خودش رو و این ماموریت بزرگی به ما داده و با قدرت خودش در ما کاشته بشه. آمین. اگر نه فقط اینطور خیلی نرمال همینطور که آمدیم از اینجا هم برمیگردیم خونه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. در امثال عدد اینجا نوشته باب 3 آیه 1 و 2 اینجا میگه که برای هر چیز زمانی هست و هر مطلبی را زیر آسمون وقتی هست. زمانی برای تولد، زمانی برای مردن، زمانی برای کاشتن، زمانی برای درو کردن و زمانهای مختلف هست که در این قسمت نوشته شده. و اینجا میگه که برای هر در این دنیا برای هر چیزی که یک زمانی هست، و مخصوصا اینجا که میگه زمانی هست که برای کاشتن، زمانی هست که برای درو کردن. و اینجاست که ما باید نگاه کنیم الان کدوم زمان هستیم. آیا ما اینجا در حال کاشتن هستیم یا درو کردن هستیم یا استراحت هستیم؟ و زمانی که نگاه میکنیم توی این گذشته کلیسای ما، و یه قسمتی هست که باید نگاه کنیم که هر موقع میخوایم برای آینده فکر کنیم، ما باید نگاه کنیم که چه چیزی پشت ما بود، از کجا آمدیم، چه مسیر میریم و کجا هست که خدا میخواد ما رو هدایت کنه. و زمانی که کلیسای خودمون رو نگاه میکنیم، کلیسای آلفا اومگا نگاه میکنیم، میبینی که خدا تو این سالها خیلی کارهای عظیمی کرده، خیلی کارهای عالی کرده. در مثلا سال 2015-16 که این 1 میلیون پناهنده آمدن به آلمان و تعداد زیادی آمدن به هامبورگ، و همینطور هم کلیسایمون یهو باز شد و تعداد زیادی تقریبا در سال 2016 و 17 تقریبا بیشتر از 300 نفر ایمان آوردن، یا بیشتر بگن که تولد تازه یا تعمید رو گرفتن. و فقط چون ما در این کلیسا ضعفیت این تعداد رو نداشتیم، به این خاطر نمیتونستیم این افراد رو نگه داریم، و اینجا این باعث شد که افراد برن توی کلیسای مختلف. خدا رو شکر کلیسای آلمانی زبان بودن که هر جایی که من هستم افرادی هستن که میان سلام علیک میگن و تشکر میکنن. و بعضی وقت من اصلا فراموش کرده بودم یا کیا هستن، گفتن ما الان توی کلیسا هستیم. دیروز همینطور رفته بودیم توی سیتی چرچ، اونجا هم افرادی هم آمدن سلام علیک کردن و گفتن ما الان در اون کلیسا هستیم. و همینطور هم من ایمیل هایی میگیرم از کلیساهای دولتی و میگن که این خانواده آمده توی کلیسا ما هستن و تقاضای عضویت کردن و میخواستیم از شما به ما این اجازه رو بدین یا یوبوایزون کنین. یا و من هم اونجا می نویسم این هفته گذشته حداقل یک خانواده بود و همینطور هم 2 نفر دیگه هم بودم، یعنی 5 نفر بودن توی کلیسای آلمانی زبان اونجا رفتن. و خیلی خوبه، خیلی عالیه که این ایماندارایی که اینجا هستن اینجا تنها نمودن. برحال افرادی هم هستن که شاید، نمیدونم، امیدوار هستم نباشه، فقط افرادی هم هستن شاید وارد دنیا شدن. فقط
باید اینجا نگاه کنیم، ما اینجا کاری بو خصوصی نکردیم در این کلیسا، نه رفتیم کار بشارتی کردیم، بلکه این فیضی بود که خداوند به ما بخشید. تعداد زیادی آمدن توی کلیسا، ما ظرفیتش رو نداشتیم. فقط به هر حال میتونم بگم که سعی کردیم در این سال 2016-2017 افرادیم که اینجا آمدن توی کلیسا و ایمان آوردن، از ایشان شاگردی بسازیم. چون مشکل 2015-16 این بود که شاگردهای هنوز کم داشتیم، یا بیشتر میتونم بگم که جلسه خانگی که این قلب کلیساست که اونجا شاگردهای ساخته میشن زیادی نداشتیم که بتونیم رسیدگی کنیم. الان تو این سالهای گذشته بود که ما سعی کردیم بیشتر تمرکز کنیم، شاگرد بسازیم و همینطور هم رهبرایی بسازیم که بتونیم یه پتانسیالی بزرگی داشته باشیم که بتونیم افرادی که یهو میان کلیسا بتونیم اینجا رسیدگی کنیم و از ایشان شاگرد بسازیم. و الان دوباره برمیگردم چه در چه زمانی ما اینجا زندگی میکنیم. یه قسمتهایی هست که برای ربطی به کلیسایمون داره که ما باید چیزهای برنامه‌ریزی کنیم، و یه قسمتی هست که کلاً جهانی، اتفاقاتی که در این دنیا میفته. و این همون قسمتی که الان 2 سال ما درگیر هستیم با این کرونا، این هم یه چیزی بود که در نقشه ما نبود و هیچ کسی اطلاعی نداشت. فقط به هر حال خدا اجازه داد این دوران بیاد اینجا، و اینجا خدا شروع کرد در کلیساهای جهانی، در همه کلیساها کار کردن. خیلی هستن که اونجا کلیسایی هستن که تعدادشون کم شدن و همینطور هم مشکل کلیساها زیادتر شدن. فقط یه جای یه چیزی بود که خدا این امکان رو داد، از اون موقع چون ما اجازه نداشتیم حتی با هم دیگه رابطه داشته باشیم، برای ما دردناک بود. فقط اگه با فکر خدا آشنا بشیم می‌بینیم که اوکی باشه، الان ما نمیتونیم با هم جمع بشیم، فقط خدا به وسیله اینترنت و به وسیله همون لایف استریم یک دری دیگه باز کرد، و یه دری بود که ما هنوز فکر نکرده بودیم. ما قبل از این ما توی کلیسامون برنامه‌های خودمون داشتیم و توی وبسایت اونجا موعظه ها رو می‌گذاشتیم، فقط اینترست کمی بود که مثلا افراد بتونن برن اینو نگاه کنن. فقط الان خیلی زیادتر شده و خیلی کلیساهایی هستن که الان تمرکزشون گذاشتن روی اینترنت، روی لایف استریم. و میتونم برادرمون ادوین ساله که هفته گذشته اینجا بود و یه دونه پروگرام داشت، الان 3 تا 4 تا پروگرامایی ساختن، و همینطور هم در فکر هستن که بتونن اینجا برای بیشتر و بیشتر افرادی که بیرون از حتی کشور هستن، تو ایران هستن، افغانستان هستن، رسیدگی کنن و از ایشان شاگردایی بسازن. پس میبینیم خدا یک دری باز کرده، در اینترنت و در لایف استریم یا میدیا باز کرده، که به وسیله اون بتونیم الان افرادی که نمیتونن بیان پیش ما بتونیم بریم توی خونه های خودشون. یعنی من احساس رو میکنم عزیزان، در یک زمانی هست که خدا میگه که الان تور خودت رو ورداریم و بندازین. این توری که قبل از این ما اینقدر نمیتونستیم استفاده کنیم، یا تک تک شاید این کار رو انجام میدادیم، الان یک تور اینترنت یا تور میدیاست که ما میتونیم بندازیم و افراد زیادی بتونیم با انجیل خداوند اونجا آشنا کنیم. به این خاطر ما احتیاج به یک استراتژی داریم، باید بدونیم که چطور ما میخوایم انجام بدیم. یعنی اینطوری نیست که الان شروع کنیم فقط تمرکزی به یه چیزی انجام بدیم. این ربطی به این نداره الان میدیا، بلکه مهم اینه که قلب‌ها باید آماده بشن. زمانی هست که قلب‌های ما باید برای کار بشارت الان انجام بشه. یه چیزای بیداری باید در قلب ما اتفاق بیفته. همینطور هم می‌بینیم که الان یک کشوری که وارد یک کشوری می‌خواد بشه که اینو زیر دست خودشون بیاره، یعنی یا روی کشور دیگه اونجا تسلط داشته باشه. به هر حال اونجا می‌بینیم که اونجا پادشاهی هست و ژنرال هایی هستن، افسار هایی هستن، راننده تانک ها هستن، و همینطور هم خلبانه هایی هستن که استفاده میکنن، پیمان رسان های نظامی هستن، سربازان هستن، و همینطور هم پزشکایی هستن، و همینطور پرستارا هستن، همینطور آشپزا هستن. همه با هم همکاری میکنن که وارد یک کشور برن و این کشور رو به دست بیارن. این فقط یه دونه ژنرال نیست یا یک سربازان نیستن، همه با هم با یک فکر کار میکنن که بتونن تسلط داشته باشن. این در این دنیای و همزمانی که همون هیتلر رو که نگاه میکنیم، در
هر چقدر کار شریرانه بود، فقط نگاه میکنیم میبینیم که یک مردی بود چه فکری داشت، چه ویزیونی، یعنی ویزیون شرارانه بود داشته، چه ویزیونی بود و چطور خودش فکر خودش و هدف خودش رو منتقل کرده به تمام آلمانی ها. یعنی زمانی که این فیلم های هیتلر رو نگاه میکنم و واقعا وحشتناکه و میبینم که فقط چه نظمی اونجا بود، چه دیسیپلینی بود. یعنی یه چیزی رو منتقل کرده و مردم آن را تنفس کردن، استشاخ کردن، ورداشتن، قسمتی از زندگی خودشون شد. آلمان هیچ موقع نمیتونست اینطوری موفق بشه. تمام اروپا رو تا شوروی رو به دست گرفته بودن. همه میترسیدن. چرا؟ یک فکر، یک هدف، این ویزیون، این فکر هیتلر رو دریافت کرده بودن. با چه دیسیپلین، هیچ رحمی اونجا نبود. خیلی دردناک بود زمانی که با نسیم فیلم های نگاه میکنیم با چه رفتاری با یهودی ها میکردن. فقط من میگم که یک هیتلری میتونست این کار رو انجام بده و تمام کشور آلمان رو زیر تسلط خودش بیاره. این آلمان خودشون هیتلر شده بودن. با چه نظمی، پرچمایی که نشون میدادن دائما هر جایی که میره پرچم پرچم پرچم، نشانه این فکر بود، این هدف بود، این دنیا رو میخوایم زیر پای خودمون بذاریم. ما میخوایم، این آلمانی میگن که توتالن کریگ، یک جنگ توتال میشه کامل، این دنیا رو میخوایم زیر پای خودمون بیاریم. و چطور یک جمعیتی، اون موقع فکر میکنم آلمانی 60-70 میلیون بودن، میتونستن تمام اروپا رو به دست بیارن. الان ما که پادشاه رو عبادت میکنیم، پادشاهی که روی تخت نشسته، تمام قدرت اقتدار در آسمون به زمین به او داده شده، و اینجا ما خودمون نگاه میکنیم و میگیم که پدر جان ملکوت تو بیاد، ارادت انجام بشه همینطور در آسمون در این دنیا، و خدا به ما این ماموریت رو داده، ما اینجا نشستیم هیچ کاره هستیم، کم و پیش فقط وظیفه خودمون رو انجام میدیم. ما یک پادشاهی داریم و بعضی وقت این سرودها رو هم که بعضی وقت همینطور ما میخونیم، من فکر میکنم ما فراموش کردیم خدا از چه جهنمی ما رو آزاد کرده. ما فراموش کردیم که بخشش، معنی بخشش چیه، چه بهای عیسی مسیح پرداخت کرده که با یک توبه و بازگشت گناهات آمرزیده بشه. ما فراموش کردیم نجات رو، چه نجاتی ما دریافت کردیم. به این خاطر سست شدیم، به این خاطر فقط طلبکار شدیم، و به این خاطر هم ما هم فراموش کردیم این احکام بزرگ خدا رو، مأموریت بزرگ خدا رو. که عیسی مسیح در متی آخرین چیزهایی هست که عیسی مسیح میگه، و هر نویسنده یک کتاب یه چیزهایی که مینویسه آخر خلاصه میکنه با یک کلام. و اینجا عیسی مسیح میبینی که در متی باب 28 آیه 19 و 20 میگه که تمام قدرت در آسمون بر زمین به من داده شده است، پس بروید و ملت‌ها رو شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی که را به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. من فکر میکنم این کلام اونقدر خوندیم دیگه لوس شده، درسته یا نه؟ تمام قدرت در آسمون در زمین به او داده شده، به این خاطر بروید. ما اینطوری دیگه عادت شده، و کلام خدا هم خیلی متاسفانه میتونه عادت بشه. و این تعلیم هم که میدم یا این موعظه رو میکنم عزیزان، این همه ما، از من شروع میکنم، خدا مثل که با همه ما، با من هم صحبت میکنه. فکر نکنید که من از شما بهتر هستم، بالا اینجا ایستادم همه چی رو انجام میدم. پس ما باید همینطور که آلمان، جمعیت آلمان با فکر هدف هیتلر یک کردن ما موفق شدن، من فکر میکنم الان
داستان یا تاریخ آلمان رو نگاه میکنیم، این فقط و فقط تو شوروی بود که این سرمایه شوروی بود که نتونستن کار خودشون رو اینجا به پایان برسونن، چون برای این حساب نکرده بودن. و اونجا که اونجا بود، این باعث شد که هیتلر شکست خورد. چطور میتونه این جمعیت آلمان رو با هیتلر، با فکر اراده هدف هیتلر یک کنه و الان ما این نجات ابدی رو به دست آوردیم با فکر و اراده خودمون یک نکنیم؟ این چیزایی که میگم فقط در مورد اینه که یکم در موردش فکر کنین عزیزان. همه ما باید فکر کنیم، کلیسای آلفا اومگا باید در این قسمت فکر کنه، اگر نه ما به زودی سقوط خواهیم کرد، به درد خدا هم نخواهیم خورد. خدا خیلی چیزای انجام داده، شاگردای ساخته شدن، پتانسیال هایی هستن اینجا. فقط اگر ما فوکوسمون درست نکنیم، دور خودمون میچرخیم و این احکام مأموریت خداوند به ما داده انجام نمیدیم. فقط این آلمانی هایی که همینطور این اشتیاق رو داشتن و همینطور هم از جوانان، از بچه هاش رو میکردن به چیز دادن، به منتقل کردن فکرهای خودشون، همه چی منفی مسلمه. الان اینجاست که ما آیه های خدا داریم، وعده های خدا داریم که بچه های خودمون رو اونجا از همین الان آماده می کنیم که از ایشان افرادی ساخته بشن که با ایماندار باشن، نه ایماندار هایی که فقط با اسم هستن، بلکه حرکت کنن، اکتیف باشن و اونجا هر جایی که هستن بتونن اونجا از مسیح خبر خدا رو منتقل کنن. و اینجا ما احتیاج چیزی که داریم همون اشتیاق برای کار یا مأموریت خدا. اگه اشتیاق نداشته باشیم فقط همه چی وظیفه میشه. ما الان برای توی کلیسامون الان اگه طریق میخواییم استراتژی فکر کنیم، ما جلسه خانگی احتیاج داریم، افرادی که برای جلسه خانگی اینجا آماده شدن، افرادی که الان نجات پیدا میکنن بتونیم اینجا منتقل کنیم. و همینطور هم برای میدیاس و چیزهای دیگه هست که امروز نمیخوام در این قسمت صحبت کنم. فقط ما باید همه با هم، همینطور که قبل از این گفتم، یک کشوری که وارد یک کشور دیگه میخواد بشه، اونجا دیگه ژنرال ها، افسارا، همه با هم همکار هستن که بتونن این کار رو انجام بدن. از ما همینطور اعضای کلیسای آلفا اومگا، همه ما با تمام استعدادها، عطاها، هر چیزی که ما داریم، یا که خدمت های عملی است و خدمت های بشارتی است و هر از طریق تکنیک و هم هر کاری که انجام میدیم برای یک هدفه، پادشاهی خدا رو بیاریم. پادشاهی خدا رو چطور میاییم؟ زمانی که به افراد انجیل رو پخش میکنیم، انجیل رو یعنی کلام خدا رو، زمانی که افراد ایمان میارن به عیسی مسیح، از جهنم آزاد میشن. بعد از این بر میاریم اینجا، شاگرد میسازیم که بتونن اینجا بایستن و بتونن برن دوباره کارهای خودشون، کارهای خدا رو انجام بدن. به این خاطر هر خدمتی که عزیزا ما اینجا انجام میدیم، الان برادرمون احسان اینجا که اینجا فیلم برداری میکنه، برای یک هدف باید بکنه. نه الان خدمت خودم الان اینه، نه این همینطور و تک تک افرادی که اینجا هستن برای یک هدف، که پادشاهی خدا بیاد، کلام انجیل پخش بشه، افراد ایمان بیارن و بیارن اینجا شاگرد سازی کنن. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ انتظامات که اینجا استاده، انتظامات به هر حال هدایت میکنه افراد برای یک هدف. اونجا احتیاج هم نیست بیایم دعای من دست بزنیم، مرسی تشکر میکنم، نه، برای یک هدف اونجا ایستاده. هر شخصی رو که برمیداره هدایت میکنه، با نظم و ترتیب هدایت میکنه، برای اون هدف اصلی اونجا خدمت میکنه. متوجه میشین چی میگم؟ این خدمتی فقط نیست برای پاستور میکنه، برای کلیسا میکنه. اگه اینجا انتظامات نداشته باشن، اگه اینجا تکنیک نباشه، اگه فیلم بردار نباشه، ما اینجا نمیتونیم درست پرستش کنیم، درسته یا نه؟ پس همه چی با هم همکاری میکنیم که بتونیم مأموریت بزرگ خدا رو انجام بدیم. و اونجا گروه هایی هستن که این خدمت رو انجام میدن. بعد از این میان اینجا، اونجا بعد از این شبانان و انبیا و خادمین رهبرهایی هستن که بتونیم اونجا شاگردسازی کنیم طبق کلام خدا، که اینجا همینطور گفته که برید به تمام ملت‌ها شاگرد سازی کنید و آنها رو تعمید بدید و همینطور هر چیزی که به شما منتقل کردن به ایشان منتقل کنید. پس این یک مأموریت بزرگی هست که خداوند به تک تک ما داده. خدا الان جا دنبال مبشرهایی نیست که الان مبشرها بایستن. ما همه
نرمال ورداریم، مبشر هستیم. فقط افرادی هستن که خوانده شدن برای یک خدمت خیلی بزرگتری، که مثل قاینات بونک و همینطورم برادر خواهرای بزرگ که در این کلیسا در دنیا هستن. همه ما خوانده شدیم انجیل رو به همسایه خودمون، به خانواده خودمون اونجا بتونیم پخش کنیم. به این خاطر الان زمانی هست که بتونیم این محصول رو درو کنیم. چه زمانی هست؟ زمانی میگه که زمانی برای کاشتنه، زمانی که برای درو کردنه. زمانی هست که شاگردای آماده کنی، زمانی هست که شاگردان رو بفرستی. متوجه هستین؟ باید با این دید نگاه کنین. هر خدمتی که در این کلیسا انجام میشه برای یک هدف باید باشه. پادشاهی خدا بیاد. و فکر نکنی، خواهش میکنم برادر خواهر عزیزی که اینجا خدمت میکنین، هر خدمتی میکنین خدا به شما برکت میده. خدا برای یک اشتیاقی که انجام میدیم، خدا با چشمای خودش شما رو نگاه میکنه و خودش به شما پاداش رو خواهد داد. فقط فکر نکنی یه خدمتی هست که میکنین. این همه خدمت ها با هم همکاری میکنن که کلیسا ساخته بشه، کلیسا بنا بشه. اگه کسی موافقه حداقل بتونه بگه آمین. روح مسیح عزیزان روح بشارت هست، میدونستین؟ ما معمولا فقط عیسی مسیح رو برمیداریم عنوان یک نجات دهنده. فقط 3.5 سال عیسی مسیح آسمون رو ترک کرد آمده، فقط در حال بشارت بود، در حال بیان کردن پادشاهی خدا بود. در اشعای نبی باب 61 خیلی خوب رو باز کرده عیسی مسیح برای چی آمده. اینجا میگه که روح خداوند یهوه بر من هست، روح خداوند بر من هست، زیرا خداوند مرا مس کرده هست و فرستاده در این دنیا تا مسکینان رو بشارت دهم. چه رویی هست؟ چه رویی روی عیسی مسیح بود؟ میتونی بگین؟ روح بشارت. روح مسیح روح بشارت. او نیومده اینجا فقط شاگردانش رو تعلیم بده، شاگردانش بفرسته، خودش رو کرده به کار کردن. بگه که تا مسکینان رو بشارت دهم و من رو فرستاده تا شکست دلان رو التیام بخشند و اسیرا رو به رستگاری و محبوسان رو به آزادی ندا کنم. این در حرکت، این یک چیزی هست که حرکت میکنه، بشارت میده، شفا میده، نجات میده. و همینطور هم به هر حال زمانی که افراد ایمان میارن به عیسی مسیح آزاد میشن از دیوها، از نیروهای تاریکی. و بعد میگه و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدا ما ندا نماید و جمعی ماتمیان را تسلی بخشد، تا قرار دهد برای ماتمیان صهیون به ایشان ببخشد تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نویگری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. سو این روح خداوند، این روح یهوه روی من است که منو فرستاده و مس کرده. عزیزان زمانی که ما دنبال مس خدا هستیم و میگیم خدا من مس تو رو میخوام، پس این مس تو باید به حرکت هدایت کنه. چی؟ کجا؟ مسکینان رو بشارت بدید، این دنیا رو که گم شده هست، این دنیایی که یک زمان که خودمون گم شده بودیم با فیض خدا نجات پیدا کردیم، الان بتونیم بشارت رو بدیم، خبر خوش رو به ایشان برسونیم. روح خدای پدر روی عیسی بود و او را فرستاد. پس روح، همینطور که گفتم، روح مسیح روح بشارته. اگه ما با عیسی مسیح میخواییم متحد بشیم، بدون اینکه تو بشارت بدی اصلا مسیح رو نداری. و جالبش اینه خدا رو شکر، خدا قبل از اینکه به ما این ماموریت رو بزرگ رو میده، اول میگه که ببین تمام قدرت در آسمون به زمین به من داده شده. اون نمیگه که الان برین اونجا دنیا رو چیز کنی ببینیم، اگر شد ببینیم که چطور میتونم به شما کمک کنم. بعضی وقت فرشته‌های خودم رو میفرستم شاید ببینم که چه کار. نه، تمام، یعنی راحت باشین، اقتدار در دست منه، من حکومت میکنم. قدرت شیطان رو شکوندم، اقتدار به تو دادم، تو میتونی بری و بری این دنیا رو زیر تسلط خودت یا بیشتر پادشاهی خدا بیار.
این ماموریت ماست که عزیزان ما فراموش کردیم. و یک کلیسایی که کلیسای بشارتی نباشه بعد از یک مدت خوش میشه، زنگ میزنه. میتونم بگم اونقدر مشغول خودمون هستیم، اونقدر چشما خودمون فقط روی خودمونه، عادت کردیم به این صندلی ها، عادت میکنیم به همه چیزایی که به دست آوردیم، تو خواب میریم. به این خاطر خدا بعضی وقت با یک کرونایی بیاره یا چیزای بلاهایی بیاره که ما رو بیدار کنه. میسیون یا این ماموریت بزرگ عزیزان یک پروگرام نیست، یک خدمت نیست، بلکه روش زندگی یا میتونم بگم فرهنگی هست. گوش میکنید، ماموریت بزرگ پروگرام نیست که الان ما پروگرام بسازیم یا خدمت کنیم اینطوری. الان من میرم خدمت بشارت رو انجام میدم. نه، این باید روش زندگی ما باشه، فرهنگ ما باشه. این چیزایی که الان میگم شاید بار اول است که این چیزایی شنیدیم، فقط خیلی مهمه که الان واقعا قلب تبدیل عیسی مسیح میتپه، باید واقعا شروع کنیم به در موردش فکر کردن، دعا کردن. ای خدا من واقعا این قلب در من نیست. ما میگیم که فرهنگ ما مثلا فرهنگ ایرانی هست که چند تا رفتارهایی ما میکنیم و مثلا همین تعارفی که ما میگیم فرهنگ تقریبا وارد شده و فرهنگ ما یک شده. فقط فرهنگ های سالم هستن یا این ما هستیم، این ربطی به ما داره، به هویت ما داره. یا و اینجاست که میگه که و بشارت یعنی ماموریت بزرگ یک فرهنگ یا یک روش زندگی هست. الان نگاه میکنیم الان تو افغانستان الان این اتفاقاتی افتاده، الان یهو همه با بیدار شدیم، الان باید برای افغانستان دعا کنیم. بعد از این فیلم های نگاه میکنیم، بعد از میبینیم که چه وضع تو افغانستان، چه وضعی افتاده، چه شرارت یا طالبان چه کارهایی میکنن. الان چون با تلویزیون نگاه میکنیم تأثیر میذاره. چرا ما مثال میگم 6 ماه یا چند ماه پیش اونقدر با اشتیاق برای افغانستان دعا نمی کردیم؟ ای خداوند خواهش میکنم افغانستان رو برکت بده، ایران هم خداوند دادی، هدایت کن، کمک کنی طوری چیز. فقط زمانی که با تلویزیون نگاه میکنیم اونجا دیگه طالبان ها هستن، الان اینجا زن ها دختر ها تو چه فشاری هستن، آیا تو قلبت یک آتشی روشن نمیشه؟ شما اجازه دارین آمین بگین ها؟ الان پروگرام هایی میذارن همه جا، الان فقط جلسه دعا گذاشتن برای افغانستان. چرا پس قبل از این اینطوری نمی کردیم؟ چون اشتیاق نبود، چون همه چی اوکی بود. ایران هم همینطور. زمانی که روبروی مشکل میشیم و درد و رنج رو میبینیم، اون موقع هست که مثل اینکه یه چیزی در قلب ما روشن میشه، نه؟ برای من هم همینطور هست ها؟ یک بار بود همون جنگ چیز یوگسلاوی بود که اونجا سربیان و یوگسلاوی بود، تقریبا یه 15-20 سال بود، پیش بود. من اصلا با یوگسلاوی اصلا کار ندارم، اصلا فکرم نمی کنم الان. و زمانی که این چیزهای فیلمهایی نشون دادن، فیلمهای واقعی نشون دادن، واقعا اینجا نشسته بودم یه دردی آمد، شروع کردم زارزار گریه کردن، چون درک کردم در چه حالی هستن. به این خاطر چون الان میبینیم که طالبان های اینجا هستن و همه چی به هم ریخته، به این خاطر ما الان سعی میکنیم دعا بکنیم. معمولا در مورد این موعظه هم که فکر کردم، گفتم خدا من واقعا چی باید ببینیم، چه چیزی باید اتفاق بیفته که واقعا قلب های ما روشن بشه، اشتیاق به دست بیاریم برای کار بشارت که ماموریت خدا رو انجام بدیم. گفتم شاید واقعا ما باید در مورد جهنم باید موعظه شروع کنیم بکردن.
یا فیلمایی یا اتفاقاتی که یفته. یعنی جهنم، چرا جهنم؟ چون جهنم پایان هر شخصی که در این دنیا است و مال ما هم بود، فقط با فیض خدا ما نجات پیدا کردیم. زمانی که نگاه بکنیم به جهنم و اونجا درد و رنج و تمام، میگم که داستانهای یا شهادتهای شنیدم که خدا اجازه داد افراد برن اون جهنم رو چیز کنن، تجربه کنن. این توضیحی که میداد در اونجا چه حالی هست، شاید اینو باید نگاه کنیم، ببینیم آینده ما کجا می بود اگر عیسی مسیح منو نجات داد نداد. الان نگاه کنیم ببینیم که خدا رو شکر، مرسی خداوند که ما رو از این جهنم آزاد کردی. الان همزمان هم نگاه کنیم، این افراد همه همین ردیف همه با هم میرن اونجا، میافتن توی جهنم. شاید این باعث بشه که واقعا یه دردی داشته باشیم برای این انسان. معمولا نرماله یه کسی که دخترش مثلا سرطان داشته در حال مردن، الان خیلی راحت میتونه افرادی که سرطان دارن خیلی بهتر بفهمه، درسته یا نه؟ چون در رنج و دردشو کشیده. امروز هم اینجا دعا کردم، خدا من شاید واقعا در مورد جهنم اینجا هنوز چیز نکردیم. همینطور هم از طریق جهنم افراد واقعا بدونن که اگه توبه و بازگشت نکنن، ایمان نیارن به عیسی مسیح، میرن توی جهنم. و اونجاست که خدا هستم به وسیله روح القدس میتونه کمک کنه که واقعا چشمای ما باز بده، بدونیم که از چه بلاهای ابدی خدا ما رو نجات داده. ما اونقدر خونسرد هستیم که عیسی مسیح ما رو نجات داده، فقط دنبال کارهای خودمون هستیم. نمیدونیم الان چه از چه فیضی، از چه بلایی خدا ما رو نجات داده. برای خودم هم دعا میکنم، برای همه ما که این قلبی که عیسی مسیح داشت، این قلب بشارتی که، یا نه فقط بشارتی، این قلبی برای که انسان داشت، منم و ما هم داشته باشیم. زمانی که نگاه میکنیم عیسی مسیح، اصلا خیلی جاها هست در مورد، در متی باب 9 اینجا میگه که وقتی از جمعیت زیادی را دید، دلش بر حال آنان سوخت، زیرا همه گوسفندانی بیشبان، پریشان حال و درمانده بودند. یعنی عیسی مسیح زمانی که نگاه میکرد به این افراد، بهار میتونی بندازی؟ این قسمت هایی هست، خیلی جاهای دیگه هست، فقط یه قسمت ها رو میگه که دلش بر حال آنها سوخت، زیرا همه گوسفندانی که بیشبان، پریشان حال و درمانده بودند. بعد از این یه کسی بود که کور بود، عیسی دل سوزان چشم آنها را لمس کرد و در ساعت بینا گشت، از عقب او روانه شدند. بعد از این مادری که پسرش را از دست داده بود یا مرده بود، پسر کوچیکش، خداوند چون آن زن را دید، دلش بر حال او سوخت و گفت گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد، گفت ای جوان، تو رو میگویم برخیز. بعد از این پسر رو برداشت به مادرش داد. این خدمت بشارت، خدمت رحمت که عیسی مسیح هر جایی که میرفت دلش برای افراد میسوخت. من فکر میکنم یه چیزی هست که عزیزان، کلیسای ما، از من شروع میکنم، فکر نکنی، خواهش میکنم، من بهتر هستم از شما. فقط یه چیزی هست که در من باید هم شروع بشه، در تک تک ما خادمین باید شروع کنیم، قلب داشته باشیم برای انسان. دلمون باید درد بگیری زمانی که نگاه میکنیم توی خیابونها افراد، خانواده ها، شاید هم خیلی همه چی عالی، فقط باید چه جلوی چشمشون داشته باشیم این افراد همینطور قسمت به قسمت قدم ور میدارن، میرن توی جهنم و هر روز میتونه اتفاقاتی بیفته. بعضی وقت هم از برادر خواهرایی که میشنوم میگم که پدر و مادر در ایران هستن که باور میکنن، یعنی بهشون گفتی که چیز ایماندار شدی، و بعضی وقت میگن که نه میترسیم، الان اینجا ناراحت میشن. گفتم که آیا ناراحت میشی؟ ناراحتی تو درده یا میبینی که یک روزی که بدون بخشش بمیرن و برن توی جهنم؟ با حکمت باید این خدمت ها رو انجام بدیم. یک مسیح باید از خونه خودش، از اورشلیم باید شروع کنه به چیز کردن. الان باور نمیکنن، اب نداره، تو دعا میکنی، انجیل رو باید با محبت به ایشان برسونی، خبر خوش رو باید برسونی.
آخر خودشون باید جواب بدن. و این قلب باید در ما به وجود بیاد. من میتونم که فکر میکردم عزیزان، میدم قلب عیسی مسیح، این فکر من، قلب خدا واقعا، قلب عیسی مسیح واقعا از سه چیز درد داره. از این دردی داره که دنیا رو نگاه میکنه و این دنیایی که همه پریشان حال، همه دل شکسته، افسرده، خودکشی، مواد مخدر و هزار تا چیزای دیگه، بلاها، شرارت اینجا کار میکنه، همه چی رو نگاه میکنه، افراد چه درد و رنج میکشن. عزیزان فقط تصور کن، فقط تصور کن. من میدونم که توی در یه قسمت های درد داری، در یه قسمت های مشکل داری. کجا میری؟ آیا نمیری پیش عیسی مسیح؟ آیا یه جایی نیست که میری پیش عیسی مسیح میگی عیسی منو کمک کن، درد دارم، ناراحتی دارم، وعده رو برمیداری؟ یه کسی هست حتی میتونی اینجا با اون ملاقات داشته باشی، الان شبانت فراموش کن. یه کسی هست و داری، میتونی بری پیششون. دنیا هیچ کسی رو ندارن، هیچ کسی. همه باید در این درد و رنج خودشون اونجا همینطور میسوزن، همون جهنم برای خودشون میشه. چه دردهایی هست که در این دنیا وجود داره، ما اطلاع نداریم، خبر نداریم. این دردی هست که من فکر میکنم و باور میکنم عیسی میشه، هنوزم میکشه، هرچقدر دست و راست پدر اونجا نشسته و سلطنت میکنه. درد دوم اینه که میبینی که قوم خودش، خانواده خودش یا کلیساها که این ماموریت رو از خداوند گرفتن، اقتدار رو از خداوند گرفتن، انجام نمیدیم و دنبال کارهای خودمون هستیم. این ماموریت بزرگی که ما انجام نمیدیم، این یک درد برای خداست. ما سفارت خدا در این دنیا هستیم و این است که خداوند میخواد این یک کار جدید اینجا انجام بده. سومین چیزی که خدا درد میکشه اینه که نه فقط کلیسا الان ماموریت رو انجام نمیده، بلکه کلیسا خودشون اینجا با همدیگه مشکل دارن، سر همدیگه رو میکوبن، نمیدونم دنبال مقام هستن، دنبال خدمت، دنبال هزار تا چیزایی هستن. نه فقط این ماموریت انجام نمیدن، بلکه خودشون اونجا مشکل به وجود میارن برای خودشون. هیچ شفاف، هیچ چیز جلالی اونجا از عیسی مسیح دیده نمیشه. من فکر میکنم سه تا چیزایی هست که قلب عیسی مسیح، پادشاه پادشاه، رب و ارباب ما رو درد میگیره در این دنیا، این دنیا رو نگاه میکنه. ما مأمور شده ایم، موظف هستیم که انجیل رو موعظه کنیم. خود پولس هم گفته که وای بر من، وای بر من اگه انجیل رو موعظه نکنم. یادتون هست نه؟ وای بر من. حالا نمیدونم ما چی فکر میکنیم. به ما همچنین برای انجام این حکم اقتدا داده شده. همینطور که خوندیم که به ما، که در متی باب 28 که میگه که تمام قدرت در آسمون بر زمین به من داده شده است، پس بروید. و میبینیم که در امثال اعمال رسولان هم خداوند میگه که زمانی که روح خدا بر شما خواهد آمد، قدرت خواهید گرفت و شاهدان من خواهید شد. قدرت هم به من داده، قدرت هم به تو داده. این اقتدار رو خداوند به تو داده که بتونیم این کار خدا را انجام بدیم. و خدا دنبال اینم است، دوست داره معجزه های در زندگی نه فقط ما، بلکه به وسیله ما در این دنیا انجام بده. در لوک باب 9 آیه 1 و 2 اینجا میبینیم که هنوز روح القدس اینجا روی شاگردان نیامده بود، هنوز شاگردان عیسی مسیح بودن. و اینجا میبینیم که در لوک باب 9 آیه 1 و 2 اینجا میگه عیسی آن 12 تا شاگرد را گرد هم خواند و به ایشان قدرت و اقتدار داد، قدرت و اقتدار برای بیرون راندن همه ارواح پلید و شفای بیماری ها بخشید. و میبینید که در باب 10 میبینید که چطور آمدن پیش خدا. مگه ای عیسی مسیح دیو ما چیز کردن، اطاعت کردن، نمیدونم این کارا رو کردیم، اون کارا رو کردیم. بعد از عیسی مسیح میگه که راحت باشین، شما نبودین، شما فقط رفتین، من اقتدار رو دادم، شما رفتین، کار من کردم، راحت باشین، بیاین اینجا، فقط خوشحال باشین که اسمای شما در دفتر حیات نوشته شده است. این خدمت ماست، خدا به ما اقتدار رو داده. ما میتونیم بریم معجزه های انجام بدیم، ما میتونیم بریم کارهای انجام بدیم.
به شرطی که با روح مسیح که روح بشارت یک بشیم و همینطور زندگی روش زندگی ما این باشه. از این موعظه رو که میکنم نمیخوام بگم که از امروز به بعد خداوند از امروز میخوام برم این کار رو انجام، نه، فقط روی زانو افتادنه و دعا کردن خداوند این عشق رو، این عشقی تو برای دنیا داری در من روشن کن، اگر نه میمیرم. من نمیتونم، من باید برای خودم فکر کنم. افرادی که مریض هستن، سرطان دارن یا ایدز دارن، تو بیمارستان هستن، دنبال منتظر چی هستن؟ نه منتظر دکتر هستن، منتظر یه داروی هست که بیرون بیاد که شفا بگیرن. و من اینطوری میبینم دنیا منتظر ماست، دنیا منتظر کلیساست، یعنی بیشتر بگم کلیسا یعنی این خبر خوشه که به وسیله کلیسا باید اونجا موعظه بشه. فقط خودشون نمیدونن، خودشون نمیدونن که ما هستیم، کلام انجیل خبر خوش در دهنهای ماست. به این خاطر با این دید نگاه کنیم، هر کسی که در این دنیا هم هست، هر کسی هم که مریض و افسرده، ما باید بدونیم و باور کنیم اون کلامی که ما داریم کلام راستی است، کلامی است که قدرت داره افراد رو نجات بده، شفا بده، و دستای تو دستایی هستن که خدا مس کرده که بدونی دستگذاری کنی و شفا جاری بشه، با ایمان بتونیم این خدمت رو انجام بدیم. دنیا منتظر ماست، ما فقط وقتش رو نداریم یا مشغول زندگی خودمون هستیم. عیسی همینطورم به شاگردانش زمانی که زن سامری رو به حقیقت هدایت کرد، بعد از این خودش رفت، شاگردان آمدن گفتن که عیسی مسیح دو گرسنه هستی، غذا به تو داده. گفته ببین اراده غذای من اینه که اراده پدر رو انجام بدم. بعد از این به شاگردانش گفته که بریزی یا به شاگردش گفته که به مظهره ها نگاه کنی، زیرا که الان به جهت درو، این منظره به جهت درو سفید شده است. یعنی همه چی آماده هست. و بعد از این میگه که در مورد کسانی که کاشتن، کسانی که درو میکنن، میگن که شما الان چیزایی که درو میکنین هیچ موقع زحمت نکشین، افرادی دیگه زحمت کشیدن، الان شما درو میکنین. حالا ما هستیم که شاید اینجا درو میکنیم، میریم اونجا بشارت میدیم. شاید افرادی که نجات پیدا میکنن افرادی بودن که الان در زندگیشون دروش، یعنی گفته شده بود، الان آمدن اینجا نجات پیدا کردن. هیچ کسی نمیتونه فخر کنه، من بودم. خدا قلبا رو آماده میکنه، ما فقط باید انجیل رو بدیم با اقتدار و بتونیم برایشان دعا بکنیم. در دوم قرنتیان باب 6 آیه 2 میگه که زیرا خدا میگوید در زمان لطف خود تو را اجابت کردم و در روز نجات تو رو مدد نمودم. هان اکنون زمان لطف خدا هست، هان امروز روز نجات هست. این کلامی هست که خداوند میگه. امروز موعظه رو شروع کردم که گفتم برای هر وقتی، برای هر چیز یک زمانی هست. الان این زمانی هست که ما زندگی میکنیم عزیزان، که با فکر خدا، با هدف خدا، با نقشه خدا یک بشیم و این دنیا رو زیر تسلط عیسی مسیح بیاریم. هر قلبی که نجات پیدا کرده عزیزان، نه فقط از جهنم آزاد میشه، هر شخصی که نجات پیدا میکنه از قدرت شیطان کمتر میشه. متوجه هستین؟ یعنی شیطان که از یک شخص استفاده میکنه برای خرابکاری،
دیگه اون نجات پیدا میکنه، دیگه وسیله ای نیست به وسیله اون خرابکاری کنه، بلکه این ور میداره خدا چیزهای خوب رو شروع میکنه انجام دادن. اینطوری است که ملکوت خدا شروع میکنه به کار کردن. آمین. هان اکنون زمان لطف خداست، هان امروز روز نجاته. به این خاطر امروز باید عزیزان شروع کنیم با این دید، این زمانی هست که بتونیم دعا کنیم، بتونیم همینطور فکر خودمون، نقشه خودمون و همینطور هم دید خودمون برای کلیسای آلفا اومگا و افرادی هم که نگاه میکنن از کلیسای مختلف هم اینجا نگاه میکنن، این هم برای خودتونم، برای هر کلیسا اینطوری خوانده شده در این زمان خدا درهای باز کرده به وسیله مدیا که بتونیم اونجا تو اتاقای خودشون بیاریم. الان کلیسامون هم سعی میکنیم الان برنامه ریزی کنیم که چطور بتونیم افرادی که از ما یا بیشتر میگم از کلام خدا اطلاعی ندارن بتونیم کلام رو برسونیم با چیزهای مختلف، ایده های مختلف. و همه ما در قسمت‌های ما چیز داریم که میگن استعدادها داریم که میتونیم از این استعدادها استفاده کنیم. افرادی هم هستن که شاید هیچ موقعیتشون ندارن، یا ضعیف هستن، یا مریض هستن، یا و میگن که چطور میتونم کمک کنم، من چیزی ندارم. خدا میگه که از این پول استفاده میگه، ما برای خدمت بشارت احتیاج به پول داریم. حالا من توی یک شرکتی کار میکنم، شرکت تلویزیون کار میکنم که اینجا دعا میکنم برای افراد، یا بعد از این افرادی که هستن اونجا هدیه میدن به ما، به وسیله هدیه این چیز ما، شرکت ما سی بی ان تشکیل میشه و ما هم اونجا نامی مینویسیم به ایشان، میگیم که خیلی ممنون از پولی که برای ما گذاشتی، برای هر پولی که دادی متوجه باشین افراد نجات پیدا میکنن. یعنی تو شریک نجات افرادی هستن که شاید یه جایی دیگه تو افغانستان، تو ایران، تو هر جایی که هستن خدمت میکنن، نجات پیدا میکنن. متوجه هستین؟ الان نمیتونی بری، خدمت تو اینجاست، یا افرادی هم هستن که تاجر هستن وقت ندارن، فقط از پول خودشون استفاده میکنن، میگن باشه من وقتش ندارم، این پول مثل یه دستی میشه که خدا میتونه شروع کنه به چیز کردن، عمل کردن، چون بدون پول کاری نمیتونیم انجام بدیم. و زمانی که مبشری میره یه کشوری اونجا، الان افراد نجات پیدا کردن و الان مثلا کلیسایمون اونجا پول داده، پس ما میتونیم بگیم ما همینطور همکار اون بودیم که افراد نجات پیدا کنن. ما باید اینطوری نگاه کنیم. معمولا باید در کلیسا همه ده یک رو بدن که بتونیم تشکیل کلیسا رو تشکیل کنیم. بجازین خواهش میکنم تو فکرتون داشته باشین یه پاکتی وردارین و بنویسین برای کار بشارت، فقط برای بشارت استفاده بشه، این تو پاکت بندازین و بندازین توی صندوق، این فقط برای این چیز میشه استفاده میشه. و هر شخصی که الان به وسیله این مدیا، به وسیله کلیسا افرادی نجات پیدا میکنن، تو میتونی دست بزنی برای خودت، میگی که این پولی که من اونجا گذاشتم کمک کرد که این افراد نجات پیدا کنن. با این دید باید نگاه کنین. متوجه هستین؟ ما همه همکار هستیم، همه با هم بریم سرزمین این دنیا رو به دست بیاریم، این تیغ و توقیوم، تیغ و توقیوم میشه قلم رو، همه با هم، هیچ کسی اینجا نیست که بگه که من نمیتونم، همه میتونین. میگم از صبح تا شب هم کار میکنین نمیتونین، باشه پس بگو که من نمیتونم، این پول به اختیار شما میذارم و ما ور میداریم برای کار کلیسا، برای کار بشارت استفاده میکنیم. و همینطور هم افرادی هیچ کاری نداره، هیچ پولی ندارن، هیچ چیزی ندارن، فقط زندگی خودشون، وقتش خودشون گذاشتن برای این. اینطوری با هم همکاری میکنیم، یک میشیم. دیگه عزیزان خسته شدیم که از این که دور خودمون بچرخیم و اینجا بازی کنیم در این کلیسا، نمیدونم خدمت و خادمونه، نمیدونم چه چیزا. الان زمانی است که باید کنسنتریت کنیم به اون هدف، این ماموریت بزرگ رو انجام بدیم، همه جای خودشون بایستن و همینطور هم قلب داشته باشیم برای انسان، برای این دنیا. بیاییم با هم جهنم رو غارت کنیم، درسته؟ جهنم رو خالی کنیم با زندگی خودمون. آخر پاداش رو خداوند به ما خواهد داد. آمین. این کلامی بود که توی قلب من بود و همینطور به احتمال زیاد ما الان چند مدت است که در مورد شناخت خدا صحبت کردیم، فکر کردیم و موعظه کردیم. الان همینطورم با نسیم که هفته گذشته بود، نمیدونم چند روز پیش بود که با هم صحبت کردیم، منم گفتم که الان زمانی هست که برای کار، برای
موضوع‌ها باید الان بشارت باشه. الان هفته آینده نمیدونم، فکر میکنم تو هم در مورد بشارت یا برحال ما میخواییم الان تو این چند مدت، این تو قلب منه که تو این چند مدت تمرکزمون، تعلیم ها، همه چیز روی این چیزهایی باشه از نکته های دیگه. فقط نه تعلیم ببینیم که مغزمون پر بشه که آخر بتونیم یه کتابی بنویسیم، نه، این همه چی باید تو قلبمون. این همه چیز به وجود میاد زمانی که زانو میزنیم در خفا و دعا میکنیم خداوند این اشتیاق محبتی برای انسان در قلب ما، همون اشتیاقی که تو داشتی خداوند، همینطور که گفتی که دل تو خداوند سوخت و همینطور دل سوزی تو رو برای این دنیا به من ببخش، من میخوام و این روش زندگی همه ما باشه. آمین. با هم دعا کنیم و بعد از اینم یک سرودی خواهیم خوند، سرود بشارتی که از آلمانی ترجمه شده و توی کلیسامون فکر میکنم الان تقریبا این 20 سال من این سرود رو دارم، فقط فکر میکنم هنوز در این کلیسا شاید خیلی کم تو ملاقات با خدا شاید خونده باشیم. چشمانو ببندیم. یا عیسی جان، ما باور میکنیم، میدونیم ما مأمور شدیم و موظف هستیم که انجیل زیبای تو رو، پرشکوه تو رو موعظه کنیم. همینطورم به ما این اقتدار رو دادی، این یا این حکم تو، حکم بزرگ تو رو با قدرت تو انجام بدیم و حتی با معجزه ها، با نشانه ها خداوند بتونیم به افراد برسونیم. خداوند همینطور که تو به شاگردهای خودت اقتدار دادی، گفتی که برین به شما این قدرت و اقتدار رو میدن، این دیوها از شما اطاعت میکنن، فرار میکنن، دستتون بذاریم و اونجا شفا میگیرن و رفتن و هنوز روح القدس رو نداشتن. الان ما روح تو رو داریم، روح القدس، و الان جلوی تو ایستادیم خداوند. منم از خودم شروع میکنم خداوند، که قلبهای ما شاید در این قسمت ها با تو یک نیست خداوند. همینطور که در اشعیا نبی 61 اونجا گفتی خداوند، روی خداوند یهوه روی من است، زیرا خدا من رو مس کرده و فرستاده. من میخوام خداوند شفاعت میکنم، دعا میکنم از خودم تا کلیسای ما، فامیگا و همینطور هم افرادیم که گوش میکنن، که خداوند تو ما بتونیم بگیم خداوند با این دعاهایی که میکنیم و خواهیم کرد که بدیم روح خدا رو من است و منو مس کرده و فرستاده تا مسکینان رو بشارت دهیم، گم شدگان رو بشارت دهیم، شکست دلان رو شفا بدیم. انجیل تو که زیباترین، پرقدرتترین پیامی هست که بتونیم این مردان برسونیم. عیسی جان مبارک بساز، اول قلب‌های ما رو لمس کن. ما نمی‌خوایم وارد یک پروگرامی بشیم، نمی‌خوایم فقط الان بگیم از امروز به بعد ما اینو می‌کنیم اونو می‌کنیم. خداوند اول قلب‌های ما باید یک بشه و همینطور هم این اتحاد که باید ما داشته باشیم خداوند، این اتحاد که با فکر تو، با اراده تو یک بشیم و همینطور هم با هم دیگه در با همکاری با هم بتونیم این خدمت بزرگ و ماموریت بزرگ تو رو انجام بدیم. خداوند جلوی تو واقعا زانو میزنیم و روح القدس تو بیا و قلب های ما رو خداوند آماده کن. خداوند من میخوام با تمام دل
یه لحظه همینطور خودتون دعا کنین. واقعا میخواین به عیسی مسیح این نه با زبان بلکه واقعا با تمام دل، آیا میخواین این قلب خودتون مثل یک، یا مثل یک زمین، یک باغچه در اختیارش بذاری؟ مثل یک مزرعه و بگی خداوند من میخوام این قلب خودم رو باز میکنم، این دانه تو، دانه بشارت تو و این اشتیاقی که برای انسان داری در قلب من بکاری، من میخوام کاشته بشه و من میخوام با دعا اون رو حفظ کنم و به رشد برسونم. یه لحظه همینطور خودتون دعا کنین.